دوستان عزیز، ساعت 5:15 است، روز جمعه 3 جولای، در خدمتتون هستیم. همونطور که وعده داده بودیم، ارتباطمون با جناب آقای دولابی، کارشناس حسابداری مالی و مالیاتی، برقرار شده. عرض سلام داریم خدمتتون. حالتون چطوره آقای دولابی؟ سلام از بنده، حالتون بخیر، امیدوارم خوب باشید. من سپاسگزارم، من خوب هستم و اجازه بدید من هم سلام عرض کنم خدمت شنوندگانتون و احتمالاً بینندگانتون. خیلی سریع و مختصر عرض کنم که تیرگان رو تبریک عرض میکنم و با یک تأخیر 1-2 روزه روز جشن کانادا رو بر کانادا دی رو تبریک عرض کنم خدمتتون. من خدمتتون هستم. آقای دولابی عزیز، بنده عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوش آمدید به برنامه. اگر اجازه بدید ما سوالات رو شروع بکنیم که همکارم از شما بپرسن. خواهش میکنم. جناب دولابی عزیز، همونطوری که مستحضر هستید، با توجه به تغییرات جدیدی که در یک سری از کمک هزینه هایی که دولت به بیزینس ها داره میده، سوالات زیادی اومده و ما توی این سوالات به 2-3 مورد برخورد کردیم که خواستیم شما رو زحمت بدیم و در واقع از دانش شما استفاده بکنیم، هم ما هم شنوندگان و دوستانی که سوالشون رو پرسیدن. سوال اول این هستش که با توجه به حمایت دولت از صاحبین مشاغل در مورد اجاره محل کارشون، آیا امکان داره که کسی اون 3 ماهی که گفتن، در واقع اپریل، می و جون، که باید حداقل 70% کاهش درآمد داشته باشن، اگر 2 ماهش رو این افراد الیجبل باشن و زیر 70%، یعنی 30% بیشتر درآمد، کمتر از 30% درآمد داشته باشن، و ماه مثلا جون که با بازگشایی مرحله دوم رقم متفاوت میشه و درآمد بیشتری دارن، آیا میتونن برای اون 2 ماه اپلای بکنن یا خیر؟ واقعیتش عرض کنم، آنچه که ما داریم میبینیم توی صفحات و اطلاعاتی که خود وبسایت CRA و عملا وب پیج های مربوطه اعلام کردن، اناونس کردن، واقعیتش نه. آنچه که فکر میکنم یک سوء برداشت یا یک اشتباهی به وجود آمده است این هستش که ما تصور میکنیم که مثلا ماه اپریل، می یا جون رو داریم تک تک محاسبه میکنیم برای اینکه اگر الیجیبل هستیم برفرض اقدام کنیم برای گرفتن این کمک ها. خیر، این 3 ماه با هم ملاکی هستند برای محاسبه. به خاطر همین میانگین این 3 ماه رو میگیرن، میانگین فروش یا هر گونه درآمد، حالا میتواند فروش باشد، میتواند خدمات، ارائه خدمات باشد، میانگین فروش این 3 ماه رو میگیرن یا میانگین درآمد این 3 ماه رو میگیرن و اگر این میانگین بیش از 70% دکلاین شده بود، کاهش پیدا کرده بود به 30%، اون وقت الیجیبل هستن، حداقل یک شرط اولیه رو دارن تا برسن به شروط بعدی. اینطور نیست که ما سلکتیو برخورد کنیم و 2 ماه رو بگیریم از 3 ماه. این یک معیار است برای محاسبه، اصلا ربطی به این که ما بگیم برای 1 ماه اقدام کنیم یا 2 ماه یا 3 ماه نداره. بسیار عالی. و در واقع توی این تخفیف یا حمایت دولتی مثل اینکه فقط اجاره بها هست به اضافه HST، یعنی در واقع TMI شامل نمیشه، درسته؟ یا عرض به خدمتتون که اتفاقا من میخوام بگم که حتی HST هم شامل نمیشود. آها، یعنی HST هم باش نیست. بله، آنچه که توی صفحه خود چیز من دیدم، آنچه که توی صفحه خود عرض به خدمتتون وبسایت CRA من دیدم، بله، اداره درآمد کانادا دیدم، آنچه که من دیدم سلز تکس نیست، فقط خود نت رنت هست. این از این، یعنی HST نیستش. اما بالعکسش رو بهتون بگم، یک مقدار ما کانفیوزینگ داریم در مورد TMI. خود TMI یک شورت فرم است از خلاصه از تکس، مینتیننس اند اینشورنس، POMI عملا برای این 3 تا هستن. بله، توی آنچه که من دیده بودم و واقعیتش چند تا از کلاینت های من رو هم ما براشون اپلای کردیم و این اتفاق افتاد و میدونید که اینکه میگم ما اپلای کردیم، من این کارو نکردم، حتی کلاینت من هم این کارو نکرده. از کمک های دولتی این تنها کمکی است که صاحبان بیزنس، صاحبان کسب و کار نباید اقدام کنند، بلکه لندلورد یا اون مالک و موجر باید این اپلیکیشن رو تکمیل کنه و ارسال بکنه. درست. اما اطلاعات رو از این مستاجرها میگیرن، همین ماجرای میانگین 3 ماهه درآمدی که شما هم بهش اشاره کردین. خب بله، توی صفحه به نوعی اون FAQ معروف و پرسش ها و جواب های متداولی که من میدیدم توی خود وبسایت مربوطه، دقیقاً اشاره کرده HST ملاک نیست، خود نت رنت یا اجاره بها ملاک هستش. ولی یک کانفیوزینگ، یک مقدار انگار که کانفیوزینگ به وجود میاد، این هستش که یک جایی از این صفحه به مینتیننس اشاره کرده
که میتواند مینتیننس مثلا داخلی شاید باشد، ولی خب شما تجربهش کردین در جاهایی مثل پلازاها که تی ام آی رو برای خود صاحبان پلازا میان به طور کلی اول پراپرتی تکس رو مینتیننس مستمر و ماهانه حالا هرچی که هستش به علاوه اینشورانسی که برای اون پلازا وجود داره برای جنرال لایبیلیتی یا امثال اینها، اینها رو اول به ترد پارتی به عبارتی پرداخت میکنند و بعد سرشکن میکنند بین مستاجرها. این تی ام آی هم از آنچه که من برداشت کردم از خود این پرسش های متداول من ندیدم و به نظرم که حتی تی ام آی هم نمیتواند ملاک باشد، فقط خود رنت، فقط خود اجاره بها طبق لیز اگریمنت، طبق خود اجاره نامه، مگر اینکه یک مینتیننس داخلی هم وجود داشته باشد و نه در مورد پلازا و امثال اینها. این مینتیننس ها اگر در خود اجاره نامه به صراحت عنوان شده باشه، بله اون هم ملاک قرار میگیره. بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحتون جناب دولابی. ما فکر میکردیم الان یه سری خبرهای خوب میدید، اینجا یه خوره خبرو بد شد برای دوستان. خواهش میکنم ایشالله که این سوال بعدی که میخوایم بپرسیم راجب وام 40,000 تایی خبر خوب داشته باشید. این وام 40,000 دلاری شرایط جدیدش رو بالاخره بانک ها اعلام کردن و قرار شد که یه سری دیگه از صاحبین مشاغل و بیزینس ها در این حوزه قرار بگیرن و امکان این رو داشته باشن که اپلای بکنن. اگر محبت بکنید به صورت خیلی خلاصه وار و نکات مهم بفرمایید که چه تغییراتی روی این انجام شده، خیلی ممنون میشیم. بزرگوارید، من همین که ببینید بذارید اینطور برخورد کنیم که همین که به کسب و کارهای کوچک داره کمکی میشه و اون شروط اولیه مثلا 20,000 دلار حقوق پرداختی رو در سال 2019 ندارن، اجازه بدید که به این اکتفا کنیم و بگیم که این خبر خوبی است. تا اینجاش واقعیتش من نمیتونم خیلی خبرهای خوبی بدم، بیشتر در مورد شرایط دارم عرض میکنم، اگر خود خبر خبر خوبی است و آن هم این استش که ببینید یک مقدار شرایط نسبت به حالت قبلی سخت‌تر شده. سخت‌تر از بابت این میگم که الان دیگه سری قبل خیلی از کسب و کارهای کوچک فقط به صرف این که این 20,000 دلار پیرول رو یا حقوق دستمزد رو در سال 2019 پرداخت کرده بودن، خیلی از بانک ها و خیلی از افراد رو میدید میگفتن که ما پری اپروفت هستیم، از قبل به عنوان اینکه یک کاستومر بانک بودن پری اپروفت شده بودن و فقط کافی بود اپلیکیشن رو سابمیت کنن. ولی در حال حاضر خیر، این خیلی زمان میبره، حداقل دو استپ اصلی رو داره که این استپ اول چیز خاصی نیست، اپلیکیشنی است که باید پر بشه، ولی اصل ماجرا استپ دوم هست. عزیزان صاحبان کسب و کارهای کوچک باید اول اثبات کنن که 40,000 دلار یا بیشتر هزینه های روتین و مستمری دارن که اصطلاحاً دل میگه نان دیفرابل اکسپنسز، عملا اینها قابل تعویق انداختن نیستند و به عبارتی هزینه های ثابتی هستن که ما چه فروش داشته باشیم، چه فعالیت داشته باشیم، چه نداشته باشیم، یا حداقل اون بیزنس باز باشه و فعال باشه، باید اینها پرداخت بشه. خب بله، این 40,000 دلار در حال حاضر در استپ دوم گورنمنت میخواد، دولت میخواد که شما مدارکی و مستنداتی مرتبط با این 40,000 دلار رو آپلود کنید. خیلی جالب شده، برفرض میگه خیلی خوب شما مدعی هستین که ماهی 2000 دلار، اولا که برای بازه زمانی سال 2020 هست، 12 ماهه 2020 از 1 ژانویه تا دسامبر 2020 بله. میگه شما برآورد کنید تا الان تا آخر ماه جون که مثلا اگر اتفاق افتاده واقعیت هست اون که هیچی، برای 6 ماه بعدی هم فورکاست کنید، برآورد کنید، پیش بینی کنید که این هزینه ها چقدر هست، هزینه ها رو درج کنید و در استپ بعدی میاد اول از همه میگه باید کاتگوری این رو مشخص کنید، یعنی باید وقتی که شما میخواید آپلود کنید مدارک رو، میگه خیلی خوب اول بگید که در چه طبقه ای قرار میگه، در چه آیتمی از هزینه ها قرار میگیره، مثلا این هزینه اجاره هست، هزینه یوتیلیتیز و موارد دیگه، و دوم میگه خب حالا نمونهاش رو برای من بفرستید، مثلا اگر اجاره نامه است کل صفحات اجاره نامه رو، تاکید میکنم کل صفحات اجاره نامه رو در حالت هایی که خودش هم باز ارائه کرده، مثلا گفته به صورت PDF JPEG یا PNG امثال اینها باید چیز بکنید، باید آپلود بکنید. اون وقت خودش یک کلکیلیتر خیلی جالبی گذاشته، عرض میکنم ضمن اینکه دقیق تر شده و به نظر من خیلی تو دی پوینت استریت فوروارد و راحت تر شده، خب به تبعش یه مقدار مشکل تر هم هست دیگه، چون شما جنرالی نمیتونید بگید من 40,000 دلار هزینه دارم، باید برفرض میگه خیلی، و یک کلکیلیتر خیلی اتوماتیک هم داره، خیلی جالبه، شما
رنت ماهانتون رو میزنید بر فرض 2000 دلار، خودش خود به خود 24000 دلار رو محاسبه میکنه، میگه خب حالا مدرکتون رو آپلود کنید، از توی کامپیوتر شما مدرکتون رو آپلود میکنید، میگه خیلی خوب بریم سراغ بعدی و شما باید جمعی مدارکتون رو آپلود کنید حد اکثر برسه به اون عددی که شما برآورد کرده بودید که این نان دیفرابل اکسپنسز های من به اون میزان هستش. بسیار عالی. و در نهایت خیلی از دوستان پرسیدن که خیلی از شرکت ها برای پر کردن این اپلیکیشن و در واقع پروسه کردن این قضیه نیاز به این دارن که تو فرم لاین 400 در سال 2019 رو پر بکنن، که تقریبا میشه گفت ما با هر کی برخورد کردیم و دوستان متفاوتی که صاحبان کسب و کار هستن باشون صحبت کردیم، همه این لاینشون صفر هست، یعنی عددیه که صفر خورده. میخوایم بدونیم که اگر محبت بکنید یه توضیح بدید که این چجوری اصلا صفر در اومده و اصلا این عدد چه چیزی رو مبین چه چیزی هست و چه چیزی رو نشون میده و آیا راهی داشته که آدم این کار رو بکنه که این عدد صفر نشه، یا اینکه صرفا با وارد کردن 4 تا عدد خود به خود محاسبه میشه و ارسال میشه؟ به هیچ وجه. فقط قبل از اون اجازه بدید من یک تقسیم بندی کلی رو که در مورد این وام صورت گرفته عرض کنم، چون حتما شنوندگان عزیزتون نیاز دارن به این، و بعد میرسم به قسمت دوم سوال که قسمت به نوعی پاسخ از سوال نیست. ببینید قبل از اون قرار شد در این آپدیت جدیدی که آمده است دولت به کسب و کارهای کوچک بیشتری کمک بکنه، از جمله سلف امپلوید ها، خیش کارفرماهایی که صرفا شرکت نیستن، کورپوریشن نیستن، اینکورپوریت نشدن و به عنوان سمال بیزینس اصطلاحا، حالا اصطلاح انگلیسیش رو و اصطلاح مالیاتی توی کانادا رو میگن سول پروپرایتورشیپ، و سلف امپلوید های از این قبیل که معمولا اشخاص حقیقی میتونن باشن و اصطلاحا اندیویژوال ها میگیم، درسته؟ بله. اونها به هیچ وجه این لاین 400 و امثال اینها رو ندارن. آنچه که اونها نیاز دارن باید لاین هایی که مرتبط باشد با گروس بیزینس اینکام، نت بیزینس اینکام و توتال اینکام در پرسونال تکس ریترنتون، در اظهارنامه مالیاتی شخصیشون که اصطلاح فنی ترش T1 جنرال میگن، باید از اون این درآمدها یا اون اعداد استخراج بشه. خب برای سمال بیزنس هایی که کورپوریشن هستن، شرکت هستن، یک شخصیت حقوقی به ثبت رسیده هستن، بله فرمای شما درسته، کورپوریت تکس ریترن یا اظهارنامه مالیاتی شرکت یا نام کوتاه فنیش T2، توی T2 ما عملا دو جا این لاین 400 لاین 400 رو میتونیم پیدا بکنیم. بله. یکی تو خود T2 که 9 صفحه هست معمولا خود corporate tax return، اونهایی که در ادامه و در کنارش معمولا همکاران محترم من وقتی که کار رو انجام دادن به کلاینت ها و صاحبان شرکت ها ارائه میکنن بعد از اینکه کار انجام شد، اسکیجول های مختلفه، خود T2 معمولا 9 صفحه است و در انتهای صفحه، فکر میکنم ابتدای صفحه 4 رو میتونن این لاین 400 رو ببینن، یا خود این لاین 400 از اسکیجول 7 از اسکیجول 7 آمده است، از جدول شماره 7 میاد و عملا اون قسمت از درآمد خالص شرکت های کوچک هست، سمال بیزنس ها، که عرض خدمتون الیجیبل هست و مجاز هست برای سمال بیزنس دیدکشن، اصطلاحا SBD ما بهش میگیم. اگر بخوام خلاصه بکنم و خیلی فنی نگم، ما سخنمون عملا روی سخنمون با اکثر صاحبان کسب و کار کوچک هست اگر شرکت باشن و پرسونال نباشن. پس بهتره بگیم اگر شما درآمدی غیر از درآمد اصلیتون دارید، اون رو بگذارید کنار، اون در این لاین اصلا قرار نمیگیره. درآمدهای عادی شما ناشی از فعالیت‌های اصلی شرکتون، خود به خود حسابدار شما، همکاران محترم من، زمانی که داشتن اظهارنامه مالیاتی شرکت رو تهیه می‌کردن این رو وارد کردن و شما خود به خود از صفحه 4 روم اون corporate tax return یا T2 یا schedule 7 line 400 میتونید اون عدد رو استخراج کنید. تأکید میکنم نیازی نیست این عزیزان خودشون چیزی رو محاسبه بکنن. خب و اگر میبینید که اکثر اینها، حالا من واژه همه رو به کار نمیبرم، امیدوارم که هیچ موقع اینطور نباشد، چون بیزنس هایی که line 400 شون خالیه یعنی که ضرر دارن یا اینکه هیچ درآمدی ندارن، یعنی لاس دارن، منجر به یک زیان شرکتی، یک زیان بیزنسی شده است. لاین 400 رو میتونن صفر بگذارن.
بله یادتون باشه، من فقط جمله آخرم رو عرض کنم، این جزء شرایط اولیه نیست، فقط جهت اطلاعات هست. یعنی عزیزان خیلی نگران نباشن بگن که خب حالا که ما سود خالص نداره شرکتمون، شاید عبارت بهترش این باشه بگم سود خالص عملیاتی، بگه سود خالص عملیاتی ما نداریم، حالا ما ضرر داریم، ممکنه الیجیبل نباشیم. خیر، اون لاین 400 فقط جاست فور اینفورمیشن هست، باید اون رو درج کنن. اگر عدد مثبت از توی این دوتا مدکی که عرض کردم عدد رو میگذارن، اگر منفی هست صفر میگذارن. بله، منتها آقای دولابی اگر عدد صفر رو بذاریم فرم جلو نمیره، یعنی سوال اصلی در واقع این هست، اگر عدد صفر رو شما در اون اپلیکیشن بذارید و نکست رو بزنید کار نمیکنه، میگه که این عدد نمیتونه صفر باشه. پس اگر اونطور باشه واقعیتش رو بخواهید، چون عرض میکنم اگر ماینس قبول کنه یک عدد منفی قبول بکنه، پس عدد منفی رو بگذارید، چون میتواند ممکنه لاس باشه. خب بله، ولی میخوام این رو عرض کنم خدمتون، اگر صفر باشه دال بر این نیستش. من با میدونید بانک ها مختلف هستن، حتی وقتی شما اپلیکیشن رو میخواهید چیز بکنید، اقدام بکنید و فایل کنید، میبینید که پیج بانک ها با هم متفاوته. سی آی وی سی یه جور، اسکوشیا یه جوره. من با خود کال سنتر اسکوشیا بانک صحبت میکردم، گفتش که میتونید نیل بگذارید و اون فقط به عنوان اینفورمیشن هستش. این یک بار دیگه من این رو خیلی وقت پیش گفته بودم، حتی موقعی که آپدیت دولت آمده بود بیرون، من گفتم که به خیلی از کلاینتام گفتم حالا دیگه شما الیجیبل هستید و میتونید اقدام کنید، و تفلکان میرفتن و کار انجام میشد، میرفتن جلوتر میگفتن که آقا این هنوز 20,000 دلار پیرول رو میخواد. گفتم که پس بانک ها خودشون رو آپدیت نکردن. اوایلش حالا کسی شاید خیلی باور نمیکرد، یا مثلا خیلی هم اطمینان نمیکردن، تا روز 24-25 جون عملا من تو یکی از بانک ها داشتم کلاینتم رو کمک میکردم، دیدم که فکر میکنم بانک آر بی سی بود، دقیقا یه نوتیفیکیشن گذاشته بود که بله این صفحه هنوز با لیتست آپدیت گورنمنت هنوز آپدیت نشده است. این رو به این خاطر گفتم که ممکنه اگر تکنیکالی به این مشکل بر بخورن، بعد از فیدبک هایی که بگیرن این ماجرا رو اصلاح کنن. بسیار عالی جناب دولابی عزیز، ما با توجه به ضیق وقتی که داریم خیلی متشکر، این 15-20 دقیقه‌ای که ما در خدمت شما بودیم باعث افتخار ماست و خیلی متشکر از پاسخ کاملا روشن و صریح شما و مفیدی که برای شنوندگان ما دادید. خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از که دعوت ما رو پذیرفتید و پاسخگوی سوالات شنوندگان بودید. عصر خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خواهش میکنم. به همچنین فقط عزیزان خاطرتون باشه که تا پایان آگوست فرصت دارن این اپلیکیشن ها رو سابمیت کنن اگر الیجیبل باشن. بسیار باشن. بله. خیلی ممنون آقای دولابی عزیز، خیلی متشکر از راهنماییاتون. عصرتون بخیر. بسیار خوشحال. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. بله دوستان، آقای دولابی از کارشناسان خبره حسابداری و امور مالیاتی هستند که ما در خدمتشون بودیم. اگر اجازه بفرمایید، چون خیلی فضا صحبتی شد، بریم یه موسیقی برای یه موسیقی گوش بدیم. البته مالی خوبه ها، یه جوری پول توش باشه همیشه خوبه. بریم موسیقی رو گوش بدیم، برگردیم. پولا رو مثلا گرفتن.